48 سال زمان دوره سکوت در بر میگیرد به جهت رفتن و روز رای دهی و انتخاب نماینده ها توسط آن در شهروندانی که واجد شرایط رای دهی هستند و ثبت نام کردند و کارت رای دهی اخذ کردند. ضمن اینکه انتظار داریم از مردم افغانستان تا آگاهانه و مسئولانه با باد خط لازم پشت صندوق رای برند و نماینده که متناسب به خواسته ها و نیازمندی ها با وضعیت کنونی اصلاح انتخاب بکنند، در کنار این درمایی است که خرید و فروش رای هم خلاف ارزش های اسلامی و هم ارزش های فرهنگی جامعه افغانستان است. اگر امروز اینا نماینده واقعی خود را با رایی که یک امانت است نزدشان انتخاب کرده نتانند و متواصل با معاملهشان در واقع این شهروندها است که ضربه میدانند به گونه این پروسه، امیدوار هستیم که شهروندان افغانستان با توجه به مشکلات و وضعیت که حاکم است بر زندگیشان همان در استفاده از رایشان اصل امانت داری را مراعات نمایند و نهایتاً توجه داشته باشند به اینکه آنچه شایسته نمایندگی است و مؤلفه‌های نمایندگی از آن این ملت است را انتخاب کنند. اگر در جریان دوره سکوت تیم نظارت کمیته رسانه ها متوجه نشر و پخش اعلانات و برنامه های نامزدان که بر میزان رأی از آنها تأثیر گذاری داشته باشند، اطلاعات را به دست آورد یا اسناد شواهد را به دست آورد، جدن این مسئله یک تخلف رسانه ایست و نشر و پخش از او مخالف با روح قوانین نظر عمل و دواری است که کمیته رسانه ها تدوین کرده و از جانب کمیسیون های انتخاباتی به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات تصویب شده. بنابراین ما متحد بر تدابیر انضباطی خواهیم شد و امیدوار هستیم که رسانه ها اصول اساسی تخصصی و مسلکی را نسبت به این مسئله در دوره سکوت مراعات بکنند و بیشتر متواصل شوند کوشش پروسه انتخابات جهت ترغیب و تشویق مردم برای رفتن پشت صندوق رای و انتخاب نماینده هایشان. در کنار این میباید نامزدان در مراکز رای دهی متوجه این مسئله باشند که اگر در نزدیک به 100 متری مراکز رای دهی عکس ها و تصاویر اینا نصب باشند، این مسئله با عنوان یک کمپانی غیر مستقیم مورد توجه کمیته رسانه ها بوده که مخالف با مواد قانون و طرز عمل و روایی است که کمیته رسانه ها نقش حقوقی و مجاکات حقوقی کار کرده شد تا پایین انتخابات تعریف میکنه. بنابراین انتظار مایست آن یاد از نامزدانی که در نزدیک به 100 متری مراکز رای دهی بیلبورد ها، بدن ها و تصاویر اینا نصب است، بعد اعلان درازده شهر اینا فرصتی را دارن که او از او تصاویر در اون مکان استفاده کنن. اگر بعد از درازده شهر و در دوره سکوت هنوز اون تصاویر و بدن ها بیلبورد ها نصب باشن، به این معناست که این یک تخلف و خطی جدی است و واحد تحقیقات کمیته رسانه ها نسبت به این مسئله رسیدگی خواهد کرد و در حضور رسانه ها همان گونه که در گذشته تعهدمان را بر تطبیق قانون ثابت کردیم و فهرست متخلفینی که متوسل با کمپانی های انتخاباتی پیش از ماهی نماینده گردیده بودند را با شما شریک ساختیم، در دوره سکوت هم اگر به این اصل توجه نکنند جدا این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. 20 روز مهلت و 20 روز فرصت برای مبارزات انتخاباتی که مطابق با مواد قانون تعریف گردیده بود امروز پایان پیدا میکنم و امیدوار هستیم که در زودترین فرصت نامزدان و نهادهای تبلیغاتی که قرارداد نصب بیلبورد و بنرهای نامزدان در شهرها و در ولایات افغانستان داشتن اینها را جمع‌آوری بکنند، در صورتی که این تصاویر و مواد تبلیغاتی از نامزدان روی جاده ها باشند و
دوره سکوت و روز شنبه هم آغاز عملی روند انتخابات و رفتن مردم پیش صندوق های رای است. برای مردم افغانستان و عمه از تمامی شهروندان این کشور فضای امن و معصوم خواهان هستیم. در کنار این امیدوار هستیم آنگونه که نهادهای امنیتی اطمینان نسبت به تامین امنیت مردم اسرائیلی را در تمام افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی را کردن در این راستا مطابقه به تعهدشان عمل کنند. آرزوی موفقیت برای بوید عزیزان و سربازانی که نزدیک به 66,000 سرباز است که برای تامین امنیت این مراکز مسئولیت دارند. موفقیت خواهان هستم و فضای مسئول و امن و شهروندان افغانستان جهت رفتن به مراکز رایدهی و استفاده از رایشان. در آخر همین که پانید از نامزدانی که در کنار تصاویر خودشان از تصاویر رهبران سیاسی و یا چهره‌های پرنفوذ در زمان مبارزات انتخاباتی استفاده کرده بودند، با اوی نامزدان خاطر نشان می‌سازیم این مسئله را که مطابق با مواد قانون انتخابات و طرز عمل و لوایح کمیته رسانه‌ها نقض سریع مواد است. تمام نامزدا زمان می توانستند این مسئله را بهش توجه بکنند که او مواد تبلیغاتی و جهت کسب رای از آرای مردم به اساس شایستگی های خودشان می بود، نه اینکه استفاده از تصاویر و موقف آنید از شخصیت های بزرگی که اونا به گونه قوای یا بالفعل تاثیر گذاری روی میزان رای داشته باشند. از جانب دیگر نگران هم هستیم. امروز یکی از متحدین و یکی از افغانهای اصیل و یکی از چهره‌های خوب دوره سیاسی گذشته و پسین افغانستان عبدس داده برای جناب متوفا قهرمان صاحب اصولان بهشته در این مسئله دارم. متحد به ارزش‌های افغانی بود، یک افغانستان دوست واقعی بود و یکی از نماینده‌هایی بود که در زمان نمایندگی از ملت مسئولیت دفاع از تمامیت ارضی حاکمیت ملی و نوامیس کشور برداشت گرفت و نسبت به این مسئله رسیدگی کرد. ضمن اینکه هر نامزد و هر شهروندی که در یک کشور در یک اتفاق و در یک حادثه ناچار دانند از دست دادنش همدوختگی ما میسازد. در کنار این شخصیتهایی که روی قضای اعتلام سیاسی در کشور تاثیر گذاری داشت بیشتر این ملت را اینجا در متاثر میسازد که ما هم جزء همو شهروندان خواهیم بود. اگر سوال نباشد از حضور رسانه ها سپاس گزار هستیم. بسیار تشکر. در جریان کارزارهای انتخاباتی تعداد زیادی از نامزدان متناسب به طرز عملها و دوایی مبارزات انتخاباتی شان ادامه دادن، اما بودن کسانی که یا در عدم آگاهی از مواد و قوانین قرار داشتن و یا که دوست داشتن که رعایت نکنن یا متوسل بر نقض مواد قانون گردیدن که او تخطی ها شامل نشر یک تصویری از رهبرهای سیاسی و شخصیت های متنفذ در یک کشور در کنار تصاویر خودشان که خلاف اما ارزش های مبارزات انتخاباتی مطابق به دعوایی که از جانب کمیسیون های انتخاباتی تصویر شده است می باشند. مسئله دیگر خرید فروش آرا یکی از موضوعات بسیار کلان بود که جز مطابق به مواد قانون انتخابات تخطی و تخلف نسبت که یک جمع انتخاباتی است و از
مسئولیت کمیسیون اشکال انتخابات است نسبت به این مسئله رسیدگی بکنند و این یکی از موارد کلام بود امیدوار هستیم حسنان شوالی نسبت به این مسئله اونا در دسترس داشته باشند. مسئله دیگر عدم رعایت ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های فرهنگی و ارزش‌هایی که در قانون اساسی افغانستان تسکیل یافته و تعریف شده. یک تعداد از نامزدان متوسط به شعارهایی شده بودند که شکاف‌های قومی در افغانستان درشتر می‌ساز با توجه به وضعیت حساسی که ما بعد از 8 سال متوسط می‌شیم بر رفتن به انتخابات در پارلمان افغانستان مشخصا بسیج بگرد. بنابراین با توجه به اون میلوانها که در جمعه میشه گفت همی از نامزدان که ارزش های اسلامی را در مبارزات انتخاباتشان مراعات نکردن، آن در از نامزدان که با ایراد با شهر کردن سخنرانی ها و برنامه هایشان شکاف های قومی و سمتی و زبانی و رسانی را بیشتر و عمیق‌تر ساختن. نسبت به اون موضوعات و با توجه به آنو میارکا کمیته رسانه ها متوسط بر نظارت کرده بود که او تعداد که بعد از اینکه واحد تحقیقات اونا نتایج در کمیته رسانه ها شدید بسازن حتما فهرست از اونا هم اکنانی میشه و این تحقیق ما نستار شما و از جانب دیگر بودن رسانه هایی که مراعات نکردن اصول تخصصی و مسلکی در جریان مبارزات انتخاباتی و زمینه منصفانه و عادلانه برای یک ایدهی از نامزدا فراهم نساختن تا برنامه ها و اهداف برنامه هایی که اینا دارن رو با مردم شریک بسازن که با او تعداد از رسانه ها در صورت که واحد تحقیقاتی و نمونتهایشان تحقیقاتشان نهایی شده نهایی شده که امروز نزدیک به 80% رو تحقیقات نهایی است. اما پس از اینکه مساعده کمیته رسانه ها نسبت به مسئله وضاحت پیدا بکنن فهرست اوید از رسانه هایی که اصول اساسی را رعایت نکردن نسبت به اونا هم رسیدگی خواهد شد و آنید از نامزدانی که در مخالفت با روح و مواد قوانین و تنظیم عمل ها متوسط به مبارزات انتخاباتی گرد بردن اونا هم شناسایی خواهد شد و با شما شریک ساخته میشن. مسئله دیگر این که در روز انتخابات مسئولیت تمامی رسانه هاست آمید از خبرنگارهای خود در مراکز رایگیری بفرستن که اعتبارنامه از آدرس کمیسیون مستقل انتخابات به دست آورده باشند چون در صورت که اسناد و امو اعتبارنامه نزدشان نباشن ممکن است اجازه ورود و یا فرصت را برای کوشش خبری برشان از جانب مسئولین داده نشد. ما امیدوار هستیم که مسئولین رسانه ها آنی در سوال نگاران را به مراکز رایگیری بفرستند که اونا آگاهی دارن از ابزارعمل و دوایی و قوانین انتخاباتی همین گونه اعتبار نامخذ کردن و میدانم که چگونه از این پروسی ملی اطلاع رسانی بکنند. انتظار اخلاقی که کمیته رسانه ها از خبرنگاران در ژورنالیستان که متوسط به کوشش خبری و اطلاع رسانی بر رسانه هایشان با مردم افغانستان میگردن این است که اخلاقا نباید با نشر یک گزارش غیر معیاری یک پروسی ملی را صدمه بزنند. یعنی میباید با حفظ ارزش ها که دقت توازن و بیطرفی است با رعایت فلاسفه عدم خودسانسوری نهادی و یا فردی متوسط بر اطلاع رسانی بگردن و تقویت بکنن پروسه ملی را که تنها معلفه ای است برای صلح و ثبات دائمی در کشور. فهرست آنی در کسانی که خطیب را تخلف کردن به معنی که مساوی اعضای کمیته رسانه ها عقد شود و نهایی خواهد شد چون واحد تحقیقاتی تحقیقات بر مبنای منمو برنامه و برنامه هایی که اینا تحقیق کردن به دست آوردن. اعضای کمیته رسانه ها و کمیشنر سروی که در کنار من هستن پس از تحلیل و بررسی که آیا مو اسناد و اثباتی را که واحد تحقیقاتی و دست آوردن الزامیت بر تخطی و تخلف و یا شواهد مدارک درست بر تخطی و تخلف است یا خیر پس از سلوک سنگین کردن این مسئله
نهایی خواهد شد. ولی فکر میکنم که آمدید از نهادها و نامزدانی که در جریان مبارزات انتخابات تخلف کردن خیلی اندک است، ولی مطمئن باشین اصلا شریک میشه و این تعهد ماست. اگر شریک نکردیم بدانیم که در این مسئله سلنگاری کردیم و ما را نخواهد. سو تشکر. حدود صلاحیت ها میان کمیته رسانه و کمیسیون شکایت انتخاباتی کاملا تفکیک شده است. کمیته رسانه ها مسئولیت را از نظارت از نشر منصفانه و عادلانه مبارزات انتخاباتی و رسیدگی به تخطی و تخلفات رسانه ای، اما کمیسیون شکایت انتخاباتی مطابق با ماده 98 قانون انتخابات که تعریف میکنند تخلفات انتخاباتی را مسئولیت دارند، باور ما بر این است که امان بوده که کمیسیون شکایت انتخاباتی در گذشته او موضوعات و او موارد که با عنوان تخلفات انتخاباتی میشد با شما شریک ساخت مسئولیتشان از همه باید شریک بسازند. امانگی ما در مجموع با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی در سطح مطلوبش است و باور ما بر این است که بدون امانگی نمیشه یک پروسه کلان ملی را که بینفعی از او از شهروند تا رئیس جمهوری کشور است به گونه درستش و شایدش نظارت کردن امانگی وجود دارد، ولی انتباه از مواد قانون در نبود امانگی ممکن است خلاه ایجاد کنند. خوشبختانه تفسیر درست مفصلی در قضایی که تشریک مسائی بوده ارائه کردن و این رو بیشتر کنند. در مورد از کسانی که متواصل بر تخطی و یا تخلف گرفته باشند چگونه و کدام دلایل انضباط کمیته رسانه کمیسیون مستقل انتخابات خواست کرده میکنم، ماده 27 قانون انتخابات فقره 5 حس و احوال دلایل انضباطی که ما در کمیته رسانه خواست کرده میکنم تعریف میکنم که او اصلاح بکن به اصلاح و اختاری است. جریمه نقدی از 5000 الی 7000 افغانی در صورت که شدت و خفت یک تخلف و تخطی بیشتر از دو مواردی که در فاق ذکر شد باشد معرفی به نهادهای عدلی و قضایی پس از تایید کمیسیون شکایت و ابطال اعتبارنامه یک رسانه او را در صورت که به تایید کمیسیون های انتخاباتی برسد. و سوال آخرتانی که انتظار عموم در این مسئله انتظار مسئولانه و شهروندی است که با حفظ و رعایت قانون شهروندی می باید این پروسه را در امانگی بازی نفان ما کمک بکنیم تا تانسته باشیم در راستای منافع ملی این کشور و آرزوی مردم افغانستان نهادینه بسازیم ارزش‌های سوم با ثبات دایمی را با کمک زیرفان انتقیه و فران انتقیه. بسیار تشکر.